افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. به نام خداوند بخشاینده مهربان، بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی خوشوقت هستیم یک بار دیگر در حضور شما هستیم و برنامه از گپ گپ میخیزه امروز پنجشنبه 20 سرطان سال 1392 هجری خورشیدی برابر با 11 ماه جولای سال 2013 میلادی که دومین روز ماه مبارک رمضان است را پیشکش حضورتان می نماییم. بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، در آغاز برنامه امروز باز هم تبصره داریم که در ادامه این تبصره ربط میگیره یا رابطه پیدا میکنه با سایر گزارش ها و رویدادهای افغانستان. به می دلیل هم طوری که شما میدانین نام این برنامه است از گپ گپ میخیزه. باز هم مروری داریم به صحبت های جناب آقای اسپنتا، وزیر معذرت میخوایم، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی، که در افغانستان آقای اسپنتا را به نام آقای کبوتر یاد میکنند. البته من دلیلش نمیفهم که چرا کبوتر میگن، خب چون نام با مسمی است، بنان من همی را تکرار میکنم. همچنانه که از گپ گپ خیست نام گلاغا شیرزای والی ننگرها را آقای بلدوزر میگن و خود آقای گلاغا شیرزای هم در مصاحبه گفته بود که این نام یا این لقب پادشاه سابق افغانستان، پادشاه فقید افغانستان اعلی حضرت محمد ظاهر شاه برای ما انتخاب کردن، که آقای شیرزای البته بسیار خوش هستن از اینکه نام بلدوزر یا لقب بلدوزر نصیبشان شده. دکتر اسپنتا، در مورد پروسه صلح شما اطلاع دارین که صحبتهایی کرده در پارلمان افغانستان، در ولسی جرگه افغانستان. سخنان دکتر اسپنتا در مورد پروسه صلح، شورای به اصطلاح عالی صلح افغانستان را نیز در موقعیت نامساعد قرار داد و به همین دلیل معصوم استانگزی مدعی شد که سخنان اسپنتا سوء تعبیر شده است. چنانچه همیشه سخنگویان رئیس جمهور به این شکل عمل میکنند، یعنی زمانی که رئیس جمهور مرتکب اشتباه میشه، مرتکب خطا میشه، فورا اینا لب به سخن میکشایند و چنین وانمود میسازند که گویا در سخنان رئیس جمهور سوء تعبیر صورت گرفته است. شورای صلح افغانستان طوری که شما اطلاع دارین تقریبا 3 سال پیش، البته از ابتکارات آقای کرزی است که آغاز به کار کرد و در اولین فرصت ایالات متحده آمریکا مبلغ 50 میلیون دلار تخصیص داد به شورای نامنهاد صلح آقای کرزی. از جانب ولسی جرگه افغانستان میگوید که این سخنان کاملا واضح و بدون ابهام بود. تا آنجا که موضوع به محتوای سخنان دکتر اسپنتا رابطه دارد، باید گفت که وی حرف درستی بر زبان آورده است. در طول 12 سال گذشته هیچ پروسه صلح در افغانستان به میان نیامد به گفته اسپنتا، و دولت هرگز برنامه برای صلح نداشت. برنامه صلح دولت تقاضای تسلیم شدن از طالبان بود و گاهی هم با این ادعاها امراه شد که ما با رهبران طالبان در رابطه هستیم، اما نظر به شرایط نمیتوانیم از این رهبران، یعنی رهبران طالبان، نام ببریم. وقت ملا برادر توسط پاکستانی ها به زندان افتاد، حکومت افغانستان ادعا کرد که برادر
با ما در رابطه بود و به همین دلیل دستگیر شد. قبل از دستگیری ملا برادر، عین سخنان در مورد ملا دادولا هم شنیده شده بود که وی قصد داشت با پروسه صلح آقای کرزی یک جا شود، اما کشته شد. چرا باید فقط کشته شده ها و زندانی ها به مذاکره با حکومت افغانستان علاقمند بودند؟ یعنی زمانی که آنها بر شکل به هر نوع روی هر دلیل و انگیزه که به قتل میرسند یا زندانی میشوند، سخنگویان آقای کرزی ادعا میکنند که اینها با ما در تماس بودند و به شورای به اصطلاح صلح ما پیوسته بودند. چرا زمانی که آنها زنده یا آزاد هستند تمایل به صلح نشان نمیدهند و در گذشته هم مثل ملا برادر و ملا دادولا نشان ندادند؟ حکومت همیشه ادعا داشت که پاکستان رهبران طالبان را که تمایل به صلح با حکومت افغانستان داشته باشد دستگیر میکند. اما زمانی که مشخص شد ملا آقا جان معتصم یک از مقامات طالبان و عضو شورای رهبری آنان که با حکومت افغانستان رابطه داشت و چندین بار با برادران آقای کرزی و نیز با راتب پوپل منشی مخصوص حامد کرزی که خود را رئیس وطن گروپ میخواند و پسر عم آقای کرزی است دیدار داشته است، این طالبان بودند که قصد جان وی را کردند، اما ISI وی را نجات داد و اجازه داد تا به حکومت افغانستان بپیوندد، یعنی ملا معتصم آقا جان. با استناد به همین مسئله امروز پاکستانی ها مدعی‌اند ما در پروسه صلح افغانستان همکاری کرده ایم، اما حامد کرزی مخالف صلح است. بنابراین این ادعای شورای عالی صلح و حکومت افغانستان که میگویند نظر به دلایل امنیتی نمیخواهند از رهبران طالبان که با آنها در تماسند نام ببرند، آری از حقیقت می باشد. دروغ دیگر است که باز هم برملا می شود. شما وقت به نام مولفت القلوب، مولفت القلوب و بدون قید و شرط ماهانه هزاران دلار پول به طالبان در کویته و پشاور می فرستید، طرف مقابل هم با گرفتن پول با شما سلامی خواهد فرستاد و خواهد گفت که احمق پولی. مطمئن باشید، آیا چنین پیامی را میتوان تمایل طالبان به صلح خواند؟ اسپنتا به وکلای ولوسی جرگه افغانستان گفته است که تماس هایی که با طالبان صورت گرفته بیشتر جنبه قومی یا رفاقت های شخصی داشته است. یعنی این تماس ها در حد جور پخیره یا سلام علیک بوده است که آن را نمیتوان پروسه صلح خواند. اگر اسپنتا واقعا چنین حرفی را گفته باشد که گفته است، کاملا حرف درست است. سخنان اسپنتا موجب این طرز فکر در میان اعضای ولوسی جرگه افغانستان شد که وقتی پروسه صلح وجود ندارد، پس چرا باید شورای عالی صلح با چنین مصارف گزاف به کار ادامه دهد؟ این شورا باید هر چه زودتر منحل شود. با هم می رویم و گزارش از پارلمان افغانستان مشاهده می کنیم. روز گذشته مشاور شورای امنیت ملی در یک نشست سری مجلس نمایندگان گفته بود که چیزی به نام روند صلح وجود ندارد. این گفته های رنگین دادفرسپنتا با واکنش اعضای مجلس سنا روبرو شده است. برخی از این سناتوران حکومت را متهم به فریبکاری در کار صلح با مخالفان مسلح دولت می کنند. جناب رئیس جمهورم هر بار از موضوع صلح بسیار با شدت و با قوتی که آری از یک پشتوانه قوی ملی بود اینا صحبت میکردن، امروز مشاور امنیت ملیش این انکار میکنه و این رد میکنه. ما فکر میکنم این کلان یک شرمندگی و این یک کلان ناامیدی برای مردم افغانستان و شرمندگی به حکومت افغانستان است. اگر ندارد چرا دروازه شورای عالی صلح بسته نمیشه؟ تا چه زمان باید به این حالت ادامه داشته باشه؟ اما هستند سناتورانی که تاکید میکنند جنگ راه حل نیست و باید به تلاش های صلح با طالبان ادامه داده شود. خب بیننده ارجمند، هموطنان گرامی، شما البته گزارش بسیار کوتاه را مشاهده کردین.
در این حال سخنگوی شورای عالی صلح در این رابطه نظر دیگری دارد و ادعا میکند که سخنان آقای اسپنتا نظر شخصی وی بوده و شورای عالی صلح از بدو تأسیس تا کنون قدم‌های مؤثری در جهت صلح برداشته است. سؤال اساسی اینجاست: در صورتی که نظریه یا بیانیه آقای اسپنتا در پارلمان افغانستان نظر شخصی وی بوده است، بناهن به چه منظور از وی دعوت شده بود تا نظر شخصی خود را در خانه ملت بیان کند؟ نظر شخصیش بود، میگفت نظر شخصیم است. اما نه تنها آقای اسپنتا بلکه دکتر زلمه رسول و ای آقای استانگزای، من نفهم وظیفهش چیست، ای هم در جلسه اشتراک کرده بود، هر سه یک جا بودن. اما گفتم که اسپنتا نظر شخصیش است، نظر ما نظر حکومت است، نظر کرزه است، اسپنتا هیچ دگرگانه ملایی است، منظوری است که هیچ. خیاخوای اسپنتا شما چرا استعفا نمیکنین؟ اونو شما ببینین که همکارایتان، دستیارایتان، کسایی که هر روز با شما چای صبح میخوره، نان چاشت میخوره، نان شب میخوره و در جلسات و در مذاکرات یک جا هستین، چنانچه من هم شما رو در واشنگتن دیدم که با آقای کرزی آمده بودین و هم رکاب آقای کرزی بودین. پس وظیفه شما چیست؟ شما نظر شخصیتان میتونین در سر چوک بیان کنین، شما نظر چوکیتان میتونین برای دوستا و اقارب و خویشاوندان و هم فکرا و هم حزبیایتان به اصطلاح بیان کنین. شما چرا به خانه ملت میرین نظر شخصیتان ارائه میکنین؟ اگر اینطور نیست پس بفرمایین، استاد شوین، دفاع کنین. در این حال شخصی به نام ملا شهزاده شاهد در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در طول این مدت این شورا توانست تعداد زیاد طالبان را از زندان آزاد سازد و نامهای بعضی از آنان را از لیست سیاه خارج نماید. به عباره دیگر پروسه صلح که شورای عالی صلح به پیش میبرد جاده یک طرفه میباشد. چه ابتکارهای، چی شاهکاری های نام چند طالب از لیست سیاه بیرون کردن. اگر نام چند طالب در لیست سیاه باشه چی فرق میکنه؟ اگر در لیست سیاه نباشه چی فرق میکنه به حال مردم افغانستان؟ از این سخنان میتوان چنین استنباط کرد که سالها تلاش شورای به اصطلاح عالی صلح در جهت ایجاد اعتماد میان طالبان و شورای عالی صلح متمرکز بوده و نتیجه آن ترور رئیس شورای عالی صلح بود از آقای ربانی، پدر شهزاده صلاح الدین ربانی. و چند روز پیش هم به جان یکی از اعضای شورای عالی به اصطلاح صلح در ولایت غزنی سوء قصد صورت گرفت که شدیداً او مجروح گردید. از طرف دیگر مذاکرات نمایندگان حزب اسلامی با شورای عالی صلح هم که سالها به طول انجامید بی نتیجه پایان یافت. حزب اسلامی که موقف بسیار نرمتری هم در مقایسه با طالبان در برابر دولت آقای کرزی داشت، از این مذاکرات نه تنها دستاوردی نداشت بلکه نمایندگانی که از جانب آقای حکمتیار برای مذاکرات صلح به کابل اعزام گردیدند از طرف کابل تطمیع شدند، به این ترتیب که یا برشان پول پرداخت شد و یا ای که کرسی های از دولت به دسترسشان قرار گرفت و صف حزبی حکمتیار توسط اینها نادیده گرفته شد و شورای عالی صلح هم ادعا نمود که گویا حزب اسلامی، افراد از حزب اسلامی به شورای عالی صلح مدغم شدند. بنابراین شورای عالی صلح هیچ نوع مؤثریتی در رابطه با مذاکره با طالبان ندارد و یک تشکیل بی‌معنا، زائد و پرمصرف است. کسانی که معتقدند باید این شورا منحل گردد حق به جانب هستند. در این حال شما ببینید که از گپ می‌خیزد. از شهر کابل، از پایتخت افغانستان گزارش سری به این جانب رسیده
که گویا دکتر رنگین سپنتا مشاور امنیت ملی آقای کرزی در اثر فشار حامد کرزی در جریان یک صحبت استجوابی تحت فشار قرار گرفته، طوری که من پیشتر گفتم، و دکتر اسپنتا را آقای کرزی به خاطر اظهارات اخیرش مورد سرزنش قرار داده و او را مجبور کرده تا در یک مصاحبه تلویزیونی که گویا در تلویزیون طلوع بوده گفته های اخیرش را در مورد شورای عالی صلح تکذیب کرده است. بیچاره اسپنتا واقعا کبوتر اسیر است، کبوتر ناتوان است، کبوتری است که قدرت پرواز را ندارد و در جال یا در تور حامد کرزی گیر مانده است. گویا اسپنتا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی از سخنان اخیر خود مبنی بر این که کدام روندی به نام صلح وجود ندارد با زبونی تمام عیار انکار ورزیده و رسانه ها را متهم به تحریف سخنان خود کرده است. بیچاره کبوتر، بیچاره اسپنتا. در حالی که ویدیوی سخنان آقای اسپنتا به طور کامل واضح و بدون ابهام بود که در آن روند صلح تکذیب شده بود، این چنین وهم پراکنی به آدرس رسانه ها بسیار مضحک است و رسانه ها می توانند بار دیگر سخنان احساساتی جناب دکتر رنگین اسپنتا را انتشار دهند. حس گویی، گویی حس استحقار و استیصال در خون اسپنتا عجین است، اما برای وی غنیمت است که در خان قدرت شخص به نام حامد کرزی شریک است و این را جماعت ناظران و سیاسیون مملکت خوب درک کردند. اسپنتا به تحریف سخنان خود اکتفا یا بسنده نکرد و فرمایشات هم به عنوان پند و اندرز به امریکا و ناتو صادر کرد و اظهار داشت که باید گفتگوهای صلح را با حکومت افغانستان هماهنگ کنند. این خود نشان می دهد که فرایند صلح کاملا یک روند سری و اطلاعاتی است و سخنان چند روز پیش اسپنتا درست بوده است. ورنه چه لازم بود به امریکا توصیه شود که حکومت افغانستان در گفتگوها شامل شود؟ هرچند سخنان اسپنتا مشاور شورای امنیت ملی کرزی در ولوسی جرگه سبب حیرت شد، ولی این سخنان برای رسانه ها و جامعه مدنی چندان تازگی نداشت. حداقل از آغاز برنامه به نام صلح که کرزی از چند سال به این سو برای انداخته همواره نسبت به آن شک و تردیدهای عمیقی وجود داشته است و در جای خود هم هشدارهای لازم در این خصوص مخصوصا توسط تلویزیون های داخلی و خارجی داده شده است. مگر مطبوعات کشور یا بهتر است بگویم رسانه های کشور کم در مورد بی‌اعتباری برنامه صلح و خوشبینی های واهی و بدون پشتوانه آقای کرزی گفتند و نوشتند؟ زمانی که کرزی اعلام کرد می‌خواهد به هر قیمت ممکن با طالبان مذاکره کند، همان زمان گفتگو از موضوع ضعف سستی نشانه عدم موفقیت خوانده شد و تأکید صورت گرفت که دولت با چنان سیاست افغانستان را به سالهای جهنمی وحشت و تاریکی طالبانی برمیگرداند. هرچند حاکمیت 12 ساله آقای کرزی هم چیز متفاوتی نسبت به حاکمیت‌های گذشته نبوده، اما حداقل در این حاکمیت اگر اکثریت مردم افغانستان نانی برای خوردن نیافتند، ولی خورده صدای برای گفتن و خورده هوای برای تنفس کردن پیدا کردن که همین هم برای کشور ویرانه چون افغانستان دستاورد مهمی می تواند باشد. حاکمیت آقای کرزی برای مردم افغانستان نه پیام آور نان بود و نه ارمغان آور صلح. حاکمیتی بود و هست شبه
ملوک و توایفی، یعنی سایه ملوک و توایفی، اما در جامعه دموکراسی ملوک التوائفی در جامعه یا در لباس دموکراسی. از ارزش‌های حقوق بشری، قانونمداری و شایسته سالاری در آن زیاد سخن گفته می شود، ولی در عمل نه از حقوق بشر خبر است، نه از قانون و نه هم از سپردن کار به اهل کار. آقای کرزی در 12 سال گذشته به گونه ارباب منشانه فکر کرده که بزرگ یک قبیله است و با همه ویژگی های یک ارباب بر قبیله بنام افغانستان به زعم خود سلطه رانده است. صلح آقای کرزی با مخالفان هم صلح از پایگاه یک رئیس قبیله بوده است. او همواره تلاش میکند که با برگزاری جرگه و رفاقت بازی، چیزی که مشاور شورای امنیت اسپنتا نیز به آن اشاره کرد، مخالفان را راضی کند که دوباره وارد قبیله شوند و اگر خواستند بتوانند در امر و نهی و چرخاندن چرخ قبیله با او همکاری کنند. در حالی که آقای کرزی در قرن 21 این قبیله نیست، این دولت است به نام دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مال هیچ قومی نیست، مال هیچ قبیله نیست، مال هیچ منطقه نیست، مال مردم افغانستان است. این گونه برخورد با مسائل کشوری که به گفته بسیاری از کارشناسان در مرحله گذار از سنت به مدنیت قرار دارد، می تواند به نتایج بسیار خطرناک و فاجعه بار منجر شود. نتایجی که نشانه های روشن آن را می توان در معادلات سیاسی ارگ ریاست جمهوری و شگاف های کیمیان حلقه محوری در مورد مسائل افغانستان با وجود آمده شاهد بود. این تفاوت دیدگاه ها ناشی از نوع نگاه به مسائل می تواند باشد، تفاوتی که نشان می دهد هنوز هم در مسائل بنیادی ارگ ریاست جمهوری در میان خود به اجماع دست پیدا نکرده است. اگر از یک سو مشاور شورای امنیت به وضاحت اعتراف می کند که روند به نام صلح شکل نگرفته، ولی اطرافیان آقای کرزی و مقامات دیگر دولتی و شورای نامنهاد صلح چنین دیدگاهی را به رسمیت نمی شناسند و باور دارند که تلاش های آنها در جهت تامین صلح و مذاکره با مخالفان مسلح تلاش های ثمر بخش بوده است. این خوشبینی ها در حال ابراز می شوند که به تازگی ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام نموده که برخی از طالبان در تماس با دولت گفتند که افراد موجود در دفتر قطر نمایندگان همه اعضای این گروه نیستند. این موضوع نیز می تواند بر پیچیدگی این مسئله بیفزاید، هرچند که اعلام چنین خبری از سوی ریاست جمهوری افغانستان می تواند نوع عکس العمل منفعلانه در برابر دفتر قطر به شما رود، دفتری که حالا به یمن تلاش‌های طالب گرایانه آقای کرزی علی‌رغم آن که حالا موقتاً بسته شده است، با عنوان آدرس این گروه شناخته می شود و تا چند روز آینده که این دفتر مجدداً باز خواهد شد، طالبان چی با آنها در این دفتر گفتگوی به عمل آورند و چه نیاورند، از آن به نفع اهداف سیاسی خود استفاده می برند. گروه طالبان حتی مدعی شدند که دفتر قطر مالکیت آنها به شمار می رود و این گروه حق دارد بر پایه قوانین بین‌المللی در داخل دفتر خود هرچه می خواهند انجام دهند، پرچم برافرازند و لوحه امارت اسلامی را نصب کنند. این نیز نتیجه ندانمکاری های ریاست جمهوری افغانستان و شورای به اصطلاح نامنهاد صلح در رابطه با مهمترین و اساسی ترین خواست جامعه، یعنی رسیدن به امنیت و ثبات پایدار در افغانستان است. با هم میرویم و این ویدیو کلیپ مشاهده میکنیم که یک تنفس بر شما هم باشه و تنفس بر ما هم. با ما باشید. طالبان با آب و تاب دفتر سیاسی خود را در قطر باز کردند برای پیشبرد مذاکرات صلح با آمریکا. اما دولت افغانستان که خود را در حاشیه می دید،
فوراً اعتراض کرد به پرچم و لوحه امارات اسلامی افغانستان. دولت افغانستان ایجاد دفتر به نام امارات اسلامی را پذیرش دولت در برابر خود قلمداد کرد. آمریکا و قطر نمادهای طالبان را حذف کردند. این بار طالبان معترض شدند. در یک ماه گذشته طالبان مشوره می کردند که با شرایط جدید با آمریکا مذاکره کنند یا نه. حالا هم گفتند که این دفتر را به طور موقت بستند. سالهاست دولت افغانستان با آرزوی رسیدن به صلح در پی گفتگو با طالبان است. طالبان اما دولت را دست نشانده آمریکا می داند و بر گفتگو با آمریکا برای پایان دادن حضور آنها در افغانستان تاکید دارند. اونا از نشانی یک دولت مستقل، یک دولت سایه که امروز در سطح دنیا به رسمیت شناخته نمیشه وارد عمل شدند و این خودش میتونست زنگ خطر بسیار جدی باشه بر گوش دولت افغانستان که امروز رسمیت داره، امروز در سطح جهان نماینده های دیپلماتیکش حضور دارند و فعالیت میکنند و این خودش یک خطر بسیار کلان را در روند مذاکرات ایجاد میکرد. یعنی توافق با آمریکا ممکن بود به دست بیاید اما توافق برای رسیدن به صلح در افغانستان میسر نمیشد. مقامات افغان میگویند از دلایل اصلی بسته شدن دفتر قطر اختلافات درونی این گروه است. دولت افغانستان امیدوار است این اختلاف ها رفع شود و دفتر دوباره باز شود. به نظر می رسد با این گام طالبان گفتگوهای صلح در افغانستان بار دیگر با مشکل جدی برخورده است. از جانب دیگر بروز اختلافات اساسی در مورد مسائل بزرگ کشوری در درون حلقه محوری ارگ ریاست جمهوری بیانگر انرژی موجود در دستگاه روبه زوال حاکمیت است. وقت دولت مردان زبان همدیگر را نمی فهمند و یا از مسائل تعبیر و تفسیرهای مختلف ارائه می دهند، این می تواند به معنای پراگندگی و گسستگی در مناسبات میان اراکین دولت باشد. وقتی چنین وضعیت حاکم می شود باید زنگهای خطر را به صدا در آورد. این وضعیت نشانه روشن بحران عمیق در مناسبات سیاسی و اجتماعی است. بحران در انتقال معناست. بحران که بروز می کند منظورها در پرده ابهام می روند. مفاهیم معنای روشنی ندارند و چند پهلویند و می توان آنها را اینگونه و یا آنگونه تعبیر کرد. بحران عمیق است. بی‌معنا شدن گفته هاست. نمی توان پی برد که پشت پرده سخن چه پنهان است. معلوم نیست چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ. زیرا طوری که بارها گفتم در دستگاه دولت افغانستان هیچ راستگوی جز یکی دوتن پیدا نمی شود. همه دروغ می گویند، همه فریب می دهند، همه عوام فریبند. از گپ می خوزه. خدا را شاهد می دانم که در طول 12 سال یا 11 سال گذشته یکی از وزرای آقای کرزی یک بار نه، دو بار نه، 10 بار به من دروغ گفته است. 10 بار به من دروغ گفته است. حتما اگر خودش این سخنم را نمی شنود از دوستان و آشنایانش تقاضا می کنم تا پیامم را برایش برسانند که من گفتم جناب وزیر به من، به شخص من یک بار نه 10 بار دروغ گفته است و مرا اغفال نموده است. این وضعیت به دلیل آن هر گونه تبیین و تفسیر را می تواند در محاق شک بگذارد برای جامعه خطرناک است. نهایت خطرناک است. همین حالا دیده می شود که مردم افغانستان با اظهارات اخیر دولت مردان در ولسی جرگه نسبت به آینده شکاکتر و نگرانتر شدند. آنها به این نتیجه رسیدند که در یک روند فریبکاری مستمر به سر می برند. فریبکاری که عمدتاً مشخصه نظام های استبدادی است. همه چیز در حاله از ابهام نگه داشته شده است. اصلا شما نمی دانید مسئول این مملکت کیست؟ جناب وزیر می گوید رئیس جمهور به من امر کرده است. رئیس جمهور می گوید
من آگاه نیستم. سفیر می گوید من با رئیس جمهور صحبت کردم. رئیس جمهور می گوید من همچو سفیری را نمی شناسم. مشاور می گوید من با رئیس جمهور صحبت کردم. و رئیس جمهور می گوید من اصلا این مشاور را از مدت 2 سال یا 3 سال است که ندیدم. چنانچه از گب می خیزد یک از مشاورین آقای کرزی. 3 سال پیش در دبی به من گفت که من به حیث مشاور ارشد آقای کرزی 2.5 سال است که در مسافرت به سر می برم. گفتم شما چطور مشوره می دهید؟ گفت اصلا حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان وقت این را ندارد که با مشاوران خود مشوره کند و یا با آنها صحبت نماید. بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که آقای کرزی فکر می کنند یک ارباب هستند، یک ارباب یک قبیله هستند، طوری که قبلا اظهار کردم، و ایشان در رأس یک قبیله قرار دارند. و اگر خودشان موجود نباشد حتما برادرانشان این قبیله را اداره و رهنمایی خواهند کرد. در دستگاه آقای کرزی امروز یک حرف بر زبان می آید و فردا حرف دیگر که حرف روز گذشته را نقص می کند. اگر به سخنان آقای کرزی به درستی نگاه شود این بحران را می توان بروشنی شاهد بود. او چیزهایی را امروز می گوید مانند وزرا و مشاورین و اراکین دولتش، ولی فردا بانها باور ندارد. پاکستان یک روز دوست آقای کرزی است، ولی روز دیگر پایگاه تروریسم و القاعده. یک روز در کنار پاکستان آقای کرزی می ایستد و از آن در برابر مداخلات بیگانگان دفاع می کند، و روز دیگر از نیروهای ناتو و امریکا می خواهد که چرا به پاکستان حمله نمی کنید. این وضعیت در سیاست وضعیت نهایت بحرانی است، وضعیتی که علاوه بر ایجاد بحران عمیق به بحران رایل‌ها و دست یافتن به نتایج نیز منتهی می شود. یکی از درون نظام می گوید که شورای عالی صلح هیچ دستاوردی نداشته، و دیگری از دستاوردهای بزرگ این شورا سخن می گوید. روز دیگر همان کسی که گفته است این شورا به درد مردم نمی خورد، به درد ملت نمی خورد، به درد دولت نمی خورد، در اثر فشار رئیس قبیله بازم آنچه گفته است بران خط بطلان می کشد و می گوید سخنان من تحریف شده است. وقتی وضعیت در درون نظام چنین است، آنگاه چگونه می توان از مردم عادی انتظار داشت که سراسیمه و نگران نباشند؟ دوستان و عزیزان، و در اینجا می رسیم به پایان صحبت امروز. امیدوار استم خسته نشده باشین از آنچه من خدمت شما گفتم. قبل از اینکه به تلفن های شما دوستان و عزیزان برم، البته دیروز که مصادف به اوادین روز ماه مبارک رمضان بود، متاسفانه برنامه های ما هم نامنظم شده. به می دلیل برنامه پخش مجدد برنامه دیروز از نشر باز ماند. نهایت من خدمت شما عرض می کنم که پخش مجدد برنامه های نگاه و از گپ گپ میخیزه به عوض ساعت 7 شام ساعت 8:30 شب پخش میشه. یعنی شما ساعت 8:30 امشب پخش مجدد برنامه دیروز دیدگاه را مشاهده خواهید کرد. من از طریق یوتیوب و فیسبوک مبالغه نشه با که صد بگویم با ده ها ایمیل و پیام دریافت کردیم و همه خواهش پخش مجدد برنامه دیدگاه دیروز کردن که شما امشب ساعت 8:30 شب این برنامه را مجدداً خواهید دید. و او در دوستان و عزیزانی که روی هر دلیل موفق نشدن تا این برنامه را دیروز مشاهده کنند، اونها می توانند امشب ساعت 8:30 شب این برنامه را ببینند. متاسفانه با خوشبختانه با حلول ماه مبارک رمضان، و بدبختانه به خاطری که یک سلسله تغییرات در پخش برنامه ها آمده و ما مجبور شدیم تا بعضی از برنامه ها را بر مدت 1 ماه حذف کنیم، مانند برنامه های 5 ستاره و گنجینه هنر که متاسفانه نسبت به تراکم مطالب و همچنان کمی وقت و سایر امکانات ما نمیتونیم این 2 برنامه را چی کنیم بر شما به صورت زنده تقدیم کنیم.
البته برنامه گلهای همیشه بهار به عوض ساعت که قبلا ساعت 8 یا 8 و نیم شامهای چهارشنبه نشر میشد، من بعد به روزهای چهارشنبه از ساعت 2 تا ساعت 4 عصر یا تا ساعت 3 و نیم بعد از ظهر مهمان خانه های شما خواهد بود یا نشر خواهد شد. به می ترتیب البته تغییراتی که آمده من در جریان یکی دو روز آینده خدمت شما اعلان میکنم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام صاحب، صحت شما خوب هستین؟ بفرمایید شما. زنده باشین. بله، بینندگان محترم و شنوندگان محترم شما. زنده باشین. سلام میکنم. من دارم و شما را دوست دارم. زنده باشین. تشکر صاحب. مهربان هستید. والله دیدم که شما را میشناسم مثل یک بلبلی که با گلستانی که نامش افغانستان است عاشق باشین. زار مینالین و زار دلتان گریه میکنه و ما را هم با سخن میاد. مستمعی شاید سخن را بر سر حد آورد. من شما را بس مال شما به صفت یک انسان شریف خواهش میکنم. زنده باشید. مهربان هستید. یک انسان عالم و دانشمند و فاضلی که حق و حقوق به نفس تا نمیفهمید و او نمک از مردم حلال دانید از غریب و بیچاره و مظلوم و بیچاره و خیر منشین و خوب میکنین که این مردم تا روز امو چیزی که میگه تصر بدنامی ما خود شده از با مستان. ما هم دمی 30 سال هم رای شما هم نوا بودیم و هم نوا خاک بودیم و هم دل و هم زبان بودیم و هستیم. اما میگم مشکان است خود بباشد نه که اتار گوید. ما که اتار هستیم ما چی بگویم؟ شما خودتان مشکل هستین که در خانه بویتان میرسه و بوش خوش بویتان. زنده باشین سب، خواهش میکنم. لطفا شما مهربان هستین. عرض سلام خدمت شما میکنم آقای خراسانی. آقای خراسانی شما با میخواین که پناه علمی صحبت نمیکنم. ما که یاد به تیموت گفتیم که هفت زمین است و هفت آسمان است و ایزید که دیگه مردم زندگی میکنه و چقدر کچکان و کچکان است و افتاد از آر عالم و آدم است که در او جای هست یک آفتاب یه ما شما اصلا دو آفتاب داشتیم که یکی سوخته او در شرایطی که یک کنیم یک چقدر باید میایه و خدا ناخواسته در کنام جای زمین یک جای دیم. آقای خراسانی من شما را میشناسم که شما از کجا آمدین و چی میگین و روزهایی که شما گپ میزنین من متوجه هستم، ولی من هیچ وقت نخواستم که از تلویزیون به شخصیت خود کدام چیزی کمایی کنم یا خود فضل پولیچی کنم یا سر مردم بفروشم. شما که با من میگین من از کدام چیز شروع کنم برای شما بگین؟ وقتی قدر نیست آقای خراسانی دستای خونالودتان در دامن پاک مردم پاک نکنین. شما را میشناسم که چی میگین. شما افغانستانی را میخواین، شما ملت میخواین که پارچه پارچه شده. شما در گفتارتان علیه قرآن علیه خدا من گفتم که قرآن عظیم شان زد گلبدین کنه ترش کرد و این آدم هم زد گنه ترکای آمد بالاخره به قرآن بازی کسی که با خدا و قرآن بازی کنه و میزنه چه این باید میگه با خدا و شار باش با مصطفی با خدا بازی مکن با مصطفی و شار باش. شما از این بد میبرین. پناسم میتونم میخواهش کنم هیچ همین مسئله را هیچ شما خود عصبانی نسازین، هیچ ارزشی ایری نداره که شما خود عصبانی بسازین. بله شما فقط میرین شما مهربان هستین. شما سر زم مسائل روز صحبت کنین. بله بله حتما امر شما را قبول میکنم. خواهش میکنم، از خواهش هست. امان خدا اما دیگه فکر خدا میکنم. زنده باشین. تشکر، لطف میکنم. من فکر میکنم گفته آقای اسپانتاک یک کم سوء تفاهم شده، شاید منظور آقای خراسانی هم به این شکل نبوده. برازی که خب هست دیگه این مشکلات در جامعه ما افغان ها هست. بر صورت میریم به سراغ تلفن دیگه. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم آقای مسکنیار، من مراجم زاده هستم که از برلین گزارش را خدمت شما دارم. زنده باشین مراجم زاده صاحب، من در خدمت شما هستم. بفرمایید، امر کنید. ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم و همچنین تبریک برای آغاز ماه رمضان، این گزارش محرمانه ای که جزئیات کشته شدن بن لادن در پاکستان افشا می‌سازد خدمت شما تقدیم میکنم. بفرمایید سر. گزارش محرمانه جزئیات کشته شدن اسامه بن لادن را افشا میکند. روزنامه اشپیگل آیندن مورخ روز پنجشنبه 11 جولای مینویسد این گزارش از جزئیات زندگی بن لادن را در باغ خانهش در حالی که کلاه شاپو و عینک دودی زده تا از شناسایی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در امان باشد. اسامه بن لادن تنها به دلیل ناتوانی دولت و نیروهای امنیتی پاکستان توانسته زندگی محرمانه را در نزدیکی یکی از پایگاه‌های نظامی این کشور داشته باشد. نتیجه‌گیری از این گزارش شهادت روشنی از بی‌کفایتی و سلنگاری مقامات پاکستان در ایبت‌آباد در سند 336 صفحه‌ای می‌باشد که از کانال شبکه تلویزیون الجزیره به نشر رسیده است. این اطلاعات محرمانه از تحقیقات کمیسیون پاکستانی به نشر رسیده است. بنوشته اشپیگل هنگامی که پیام کشته شدن اسامه بن لادن روز دوم ماه می 2011 به جهان مخابره شد،
اولین بیانیه که توسط یک سخنگوی نظامی پاکستان نشر گردید این بود که ما افتخار میکنیم که با نیروهای امنیتی ایالات متحده آمریکا رهبر شبکه القاعده را کشته ایم. چند دقیقه بعد روشن شد که سخنگوی نظامی پاکستان اصلا از موضوع کشته شدن اسامه بن لادن هیچ اطلاعی نداشته و نیروهای پاکستانی در کشته شدن بن لادن هیچ نقشی نداشتند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا پس از سپری شدن عملیات و کشته شدن بن لادن جزئیات را به مقامات پاکستانی اطلاع داده است. چنین معلوم می شود که حتی ایالات متحده آمریکا بالای پاکستان اعتماد نداشته و این عملیات مخفی را پس از کشته شدن بن لادن به آنها اطلاع داده است. این در حقیقت خجالت و رسوایی بزرگی برای پاکستان به شمار می رود. در این گزارش آمده است این که بخشی از حکومت و نهادهای امنیتی این کشور از اسامه بن لادن حفاظت می کردن و یا اینکه آنها آنقدر بیکفایت بودند که از مخفیگاه خطرناکترین فرد جهان که همه در جستجویش بودند بیخبر بوده است، در حالی که او در منطقه حساس نظامی در ایبت آباد پاکستان نزدیکی یک پاسگاه پلیس زندگی می کرده است. در چنین وضعیتی دولت پاکستان تصمیم به ایجاد یک کمیسیون مستقل از 4 فرد بازنشسته که یک قاضی، یک جنرال، یک افسر پلیس و یک دیپلمات، این هیئت 4 نفره 6 ماه قبل نتیجه گزارش خود را به حکومت پاکستان تحویل دادند. به قول این هیئت این گزارش برای عموم مردم در نظر گرفته نشده و گزارش محرمانه بوده که اینک بخش از این گزارش محرمانه به شبکه تلویزیون الجزیره درز نمیده که باعث تحقیر بیشتر پاکستان در سطح جهانی شده است. گزارش کمیسیون 4 نفره مقامات پاکستانی در ایبت آباد پاکستان محل سکونت بن لادن سیلی محکمی بر صورت قدرت امنیتی پاکستان به شمار می رود. این کمیسیون افشا می سازد که بدون تردید بخش از سازمان امنیت پاکستان از حضور بن لادن در ایبت آباد اطلاع داشته و حتی از او پشتیبانی صورت می گرفته است. به گفته این کمیسیون یک سازمان استخبارات پاکستان غیر مستقیم و به صورت خصوصی به بن لادن کمک نموده. گفته می شود افسران ارشد نفوذی در ارشد اسلامگرای پاکستان به او کمک کردند. کمیسیون تا حال با بیش از 200 نفر مصاحبه نموده، من جمله با 3 زن بیوه بن لادن که در حال حاضر در عربستان سعودی زندگی می کنند. با مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی از جمله به احمد شجاع پاشا رئیس امنیت پاکستان این جزئیات جالبی به دست آمده است. به گفته بیوه بن لادن بازرسان پلیس زمانی که بن لادن با تمام خانواده‌اش در دره سواد در شمال پاکستان به طرف مارکت در حرکت بودند، به علت سرعت زیاد موتر پلیس موتر بن لادن توقف داده شده. در آن زمان بن لادن ریش نداشته و عینک پوشیده و پلیس او را نشناخته است و این موضوع با میانجیگیری افرادی که به اصطلاح او را تعقیب می‌کرده و محافظ او بودند فیصله شده و بن لادن برای خود ادامه داده است. طوری که یک همکار سازمان CIA به رئیس استخبارات پاکستان احمد شجاع پاشا گفته است خرید شما بسیار ارزان است، شما را میتوان با دادن یک ویزه یا یک دعوت نان شب خرید. به قول این همکار سازمان CIA پاکستان به عنوان یک کشور کاملا شکست خورده میباشد که اعتبار سیاسی خود را کاملا از بین برده است. این گزارش در تمام روزنامه های آلمان در دیروز و پریروز مرتب به نشر رسانده. تشکر بسیار مراجم زاده است، بسیار راپور جالب بود، بسیار جالب بود، تشکر بسیار، زنده باشید، لطف کرده. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله سلام علیکم آقای مسکینیار جان، من خدمت شما سلام با احترام تقدیم میکنم، بفرمایید در خدمت شما هستم. با عرض سلام ارادت صاحب خدمت شما تقدیم است، البته مدت نبودم آقای مسکینیار. خوب شد بخیر تشریف آوردین. جدید نو آوردیم. بفرمایید سر، بفرمایید. یک دقیقه بسیار معذرت میخوایم. خواهش بکنم بفرمایید. بله بله ماستم، بله بفرمایید. بسیار بخشید آقای محترم مسکینیار، قرار که اطلاع داره طالبان ملعون به شرمانه یک جنگ فکری را برا انداختن تا افغانستان عزیز ما را تجزیه کنن. همچنان چراغ سبز امریکا به طالبان دفتر قطر یک تعداد اشخاص است جلب و جذب کرده، مثل پروفسور آقای کامرانی در تلویزیون شما آمده بود میگه طالبا هیچ جنایت نکرده، خوبی طالب است در ملت افغانستان تمیل میکند. به هر صورت آقای محترم مسکینیار حرفای اسپانتا سر آقای اسپانتا تبصره کردین،
حرفای آقای اسپانتر صاحب خریدار زیاد پیدا کرده. جای شک نیست در طول دو سال سای پروسه بگویم یا پروژه بگویم شورای عالی صلح که شامل 70 محافظه‌کار مفخور طالب نماز در همین مدت به ملت مظلوم ما هیچ کم دستاورد مثبت سای پینا ناوردن، حتی یک طالب مزدور تروریست و میز مذاکرام ناورده. سوال اینجاست آقای محترم مسکینیار، چرا گروه متعجل طالبان حاضر با مذاکره مستقیم با حضرت والا آقای کرزی نیست؟ علت چیست؟ تشکر که مرا وقت دادید. زنده باشین. تشکر باشه، من سوال دیگرم بگیرم. خب زنده باشین. ما انتظار داشتیم شما تازه از افغانستان آمده بودین و گفتین گزارش های اخبار نوام دارین. خب هر صورت میریم به سراغ تلفنی دیگه، من جوابتان حتما ارائه میکنم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. جناب میسکی نصب سلام عرض میکنم. زنده باشین. خوب هستین. شنوندگان محترم زنده باشین. تشکر، لطف میکنم. سوالی داشتم صاحب تمی مسئله، اول که اجازه بدید یک تبصره بکنم. این مسئله واشدن دفتر طالبان در قطر واضحه که پس که ایر پاکستان پشتیبانی کرده. واضحه. و اداله سوال دیگه است که آیا دولت افغانستان، البته به اساس گفای شما علما و بزرگا و کس دیگه جایی که البته مطالعه داریم کل ما شما، یا این طالبان لشکر جنگلی است، لشکر طیبه است، طالبان حزب اسلامی است، طالبان حقانی که تقریبا بالکل با طالبان القاعده ارتباط دارن و هستن، و طالبان افغانی اصیل اصل افغانی خود ما که مدود مولانا عمر است که باید بگیم در بوده. اینا لسه سوال دیگه است که از این طالب بله اینطور است که پاکستان اصلا از هر طالب مثل اموکارتای فلاش استفاده میکنه. بله درست است. سوال دیگه است که آیا دولت افغانستان به این پی برده و آیا این طالبان افغانی که در چنگ پاکستان اموج باعث غلام مانن و آواز خود بلند کنن نمیدانن و اگر آواز هم بلند کنن خفه میشن و کشته میشن، آیا دولت افغانستان به این مطمئن است و دست پیدا کرده که با این طالبان افغانی گپ بزنن و این طالبان به اصطلاح پخلا بسازن یا دلجویی کنن که تا با دولت افغانستان کمک کنن و این طالبان دیگر دفع کنن؟ چرا در افغانستان هر طالب نه و خرابکاری میکنن؟ من نمی‌سوالم بودم، می‌دستم می‌ره پروسه. زنده باشین. تشکر مهربان هستین. لطف کردین. ما دایما بگم که اول خود طوری که بارها گفتیم بازم ما به آنچه که در گذشته گفتیم برای تکرار می‌کنم که کدام تعریف مشخص از طالبان وجود نداره. همچنان که آمریکایی‌ها یا خارجی‌ها یا مردمی که به سیاست علاقه ندارن طالبان رو نمی‌شناسن، اینا هم طالبان رو نمی‌شناسن. فکر می‌کنن طالبان یک مشت انسان‌های بنیادگرای مذهبی هستن که فقط به خاطر ایجاد یا برپایی یک نظام شرعی یا اسلامی اینا مبارزه میکنن، در حالی که همه میدانیم که تمویل کننده پاکستان، تمویل کننده طالبا کی هستن و کی بودن، تولید کننده طالبا کی بودن و کی هستن و با چی و روی کدام اهداف و روی کدام خواسته ها و شرایط طالبا به وجود آمده. ایره خود در روزنامه ها، جرایت، کتب چی داخلی و چی خارجی همه خواندیم که یک مشت انسان‌های بنیادگرای سنتی عقدایی را مثلا با استفاده از باورها و عقاید مذهبی و منطقوی و زبانیشان آیسای پاکستان مثلا جمع میکنه در وقت بی‌نظیر بوتو و اینا را میفرستند که ما کابل یا افغانستان پاک میسازیم از سیطره تنظیم‌هایی که امروز در افغانستان و ایرانی و بربادی رو بار آوردن. اولی که پاکستان هیچ وقت در طول تاریخ دایه مهربان تر از مادر بر افغانستان شدن نمیتونه، نه تنها دایه مهربان تر از مادر شدن نمیتونه بلکه اصلا یک دوست عادی شدن نمیتونه. بران پاکستان هیچ وقت به کار دست نمیازه گویا که در او منافع خودش نفته نباشه یا منافع خودش شامل نباشه. این مسئله. از طرف دیگه ای که گمان زدم میشه که دفتر طالبا نمایندگی از تمام شاخه ها و گروه های طالبان میکنه، من شک دارم. به خاطر از این شک دارم که آیسای پاکستان این طالبان را به شاخه های مختلف، به شعبات مختلف تقسیم کرده و با تایید گپ شما در یک وقت مناسب، در یک زمان مناسب، بر یک منظور
مناسب استفاده به عمل میاره. طالبایی که مربوط حقانی است، اینا فقط وظیفهشان ایجاد ترور است، وحشت است و همه حملات انتحاری است. طالبایی که متمایل به القاعده هستند یا به القاعده تماس دارند، اونها اهداف دیگه داره. این طالبایی که به نام طالبای افغان یاد میشه که چند نفر هستند که در افغانستان زندگی میکنن و از خیرات سر حکومت آقای کرزی به نان و نوای رسیدن، مثل متوکل و سلام ای حضرت میخوام حکیم مجاهد و ملا ضعیف و اینا هیچ کاری نیستن جز مفت گپ بزنن، مفت گپ صحبت کنن و فقط به خاطری که مجبور هستن این کارا رو بکنن، مصاحبه ها بکنن، بعضی وقتا مسافرت ها بکنن، بعضی تلاش ها و مسایی به خرج بستن تا ای که اگه این کارا رو نکنن خب بازهای کرزی هم خفه میشه. کرزی هم در یک بازی را آغاز کرده که در ازا یا در بدل این بازی از یک طرف میخواد با ایجاد بدبنی در افغانستان حیات سیاسی خود ادامه یعنی مستمر بسازه، دائمی بسازه، از طرف دیگه این مشکلات را که بر سر امضای قرارداد استراتژیک در مورد با امریکا وضع کرده، این هم یک منظور خاص داره، روی یک هدف خاص است. و عبارت از این که کرزی میگه که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید آنچه که من میگم او عملی شوه و اگر شما او را عملی نمیکنین بنابراین من هم این قرارداد امضا نمیکنم. اما تجربه نشان داده که ایالات متحده آمریکا در عراق زمانی که رژیم بر سر اقتدار یا رژیم تازه به قدرت رسیده عراق انکار کرد، سرباز زد از امضای قرارداد استراتژیک با ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا همه دیدیم به چشم سر مشاهده کردیم که تمام قوای خود، تمام نیروهای خود، سلاحهای خود همه را از عراق خارج کرد و امروز میبینیم هیچ روزی نیست که اقلا 10 نفر در جریان حملات انتحاری یا در جریان جنگهای ذات البینی بین فرقه های مختلف مخصوصا مذهبی جان خود از دست ندن. یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه ایست که دوست از من سوال کرد که چرا طالبان حاضر نیستن با امریکا که با کرزی مذاکره کنن، که با امریکا مذاکره میخواین بکنن. من سوال میکنم چرا طالبان این کارو بکنن؟ طالبان این خواسته طالبان نیست، این سیاست طالبان نیست. ISI به طالبان میگه که تو بگو که من امرای حکومت کابل، امرای کرزی مذاکره نمیکنم. به خاطر ای که پاکستان میفهمه که این حکومت که امروز در کابل، این دولت یا این حکومت که امروز در کابل، دولت که در افغانستان بر سر اقتدار است یا اداره بهتر است بگویم که در سر افغانستان حکم فرما شده، این با پول امریکا، با حمایت امریکا و با پشتیبانی امریکا امروز این حیات خودم میگذرانه. شما خودتان فکر کنین که اگر ایالات متحده امریکا ماش سربازان و افسران وزارت دفاع را یا اردوی ملی را یا پلیس ملی را قطع کنه، در ظرف 24 ساعت شما یک سرباز در قشلهای عسکری افغانستان نمیبینین، همه فرار میکنن. به کجا میرن؟ به جایی که برشان اعاشه شوند، در جایی که اباطه شوند. و او کجاست؟ او پاکستان است. بنان پاکستان به منظور به کرسی نشاندن اهداف خود، به منظور برآورده ساختن خواسته های خود، پاکستان طالبان را در برابر امریکا قرار میده. برای اینکه پاکستان میفهمه که تمویل کننده، حامی و تسلیح کننده و گرداننده اصلی افغانستان که اقتصاد سرشار امریکا برخوردار است ایالات متحده امریکا است. شما هم باشین با کرزی مذاکره نمیکنین. همین کرزی که مذاکره کنه چی؟ در مورد دفتر قطر، شخص آقای کرزی دو بار به دوحه پایتخت کشور قطر سفر کرد. در هر دو بار منظور از مسافرتش گفته شد در اخبار. شما برید مراجعه کنین به وبسایت ها نوشته کرده حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به منظور گشایش یا امکانات گشایش دفتر طالبان در قطر عازم دوحه شد. این مسافرت های آقای کرزی به دوحه چی بود؟ بعدن باز گفت نه، آقای کرزی رفته در دوحه برای اینکه تاجرای قطری را اونا را تشویق کنه که بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن. سرمایه گذاری قطری ها در افغانستان امروز همه از افغانستان فرار میکنن. امروز بانک ها گفته مردم در شکست قرار دارن. امروز اکثر در بیش از 100 چند فابریکه تنها در ولایت هرات بسته شده. امروز همه در فکر فرار هستن. آقای کرزی میره به قطر، کل کشورها را مان، سراسر دنیا را مان، بالاخره بیچاره مجبور شد که
چپن خود در سر شانه خود انداخته به قطر بره، از تاجرای قطر خواهش کنه که بفرمایید بیاین برای ما سرمایه گذاری کنه. سرمایه گذاری قطری ها چی خواهد بود؟ اونامو باش و بازه و مزرعه میخوان، باز و باشه و نیفام کوک و مرغ و اینا رو میخرن میبرن بر جنگ ده ممالک خود برای که خوشگذرانی کنن. شما ایران اطلاع دارین که امروز قیمت یک باشه که باشه خود یک نوع پرنده است، برای که برای معلومات مزید اگه در جامعه شاید نفهمن که باشه چیست. این یک تجارت بسیار پر رونق است که سعودی ها مخصوصا اماراتی ها کویتی ها و قطری ها میان در افغانستان و تا 100 هزار دلار یک باشه را میخرن میبرن برای اینکه رو تربیت کنن و وقت خود خوش بگذرانن. برای صورت تک تلفن دیگر هم میگیریم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. محترم اسکینار صاحب سلام علیکم. من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم. بفرمایید برینده گرامی. اسکینار صاحب یک سوال بسیار کوچک دارم و ویس که امی طالبایی که در قطر رفتن در کدام پاسپورت هستن؟ سوال خوب است. غیرتون مثلا شملاو یا میذارن این برای من تا جایی که اطلاع داره پاسپورتای این پاکستانی یا امی پاکستانی یا هر چی کسی امی طالبایی که به قطر رفتن توسط کنسولگری یا بهتر است بگم سفارت افغانستان در اسلام آباد صادر شده، یعنی کنسولگری پیشاور و کویته هم واضح است که بخش یا جزی از سفارت افغانستان است. برای اینا پاسپورتای افغانی دادن. اما اینا از گپ خیس من میام یک قصه براتون کنم. میگن که زمانی که طالبان رفتن به وزارت خارجه یا سفارت پاکستان در قطر و گفتن ما پاسپورتای پاکستانی خود میتیم، برای اینکه ما پاسپورتای افغانی گرفتیم، پاکستانی ها برشان گفتن که شما پاسپورتای پاکستانی تا نمیتیم. بفهمین که هر ملکیتی که دارین، هر حساب بانکی که در پاکستان دارین، هر سرمایه که در پاکستان دارین او را از دست میتین و مربوط حکومت پاکستان میشه. میفهمین طالبان چی کردن؟ گفتن ما برادرم این پاسپورتای پاکستانی را به مراتب ترجیح میتیم برای اینکه اونا اگه ما ای را از دست بدیم خب تمام چیزا از دست میره. اینا اینی قصه پاسپورت بود که شما یادآوری کردین و من آنچه را که میفهمیدم خدمت شما تقدیم کردم. خب بینیدار جمعان همتاران گرامی، فقط در لحظات پایانی برنامه امروز یک مسئله را خدمتتان عرض میکنم. ما دیروز هم در برنامه پریروز خدمت شما عرض کردم که شرایط امروز یا جامعه باز یا مطبوعات آزاد اجازه میده که هر کس هر نوع طرز تفکر یا نظر و باوری که داره او را ابراز کنه. ما تلفن های زیادی دریافت کردیم در مورد مصاحبه آقای کامرانی با خانم زهره یوسف. البته من خودم کدام مشکل نمیبینم. آقای کامرانی اولی که تقریبا 40 سال یا 50 سال است که او آدم از افغانستان دور است، دومی که و آدم به اکسین رسیده که من فکر نکنم که طالبا با او تماس برقرار کرده باشند. نهایت شاید روی انگیزه های مشخص آقای کامرانی گرایش های به طالبا پیدا کرده، چنانچه در سالهای اول که طالبا امارت اسلامی خود گفته به گفته خودشان اساس گذاشتن، البته همون روابط با آقای کامرانی داشتن. هیچ فرق نمی کنه، آقای کامرانی یک رابطه شخصی با طالبا داره، یک علاقمندی شخصی دارن و ما شما که شکر در چوکی قضاوت نشسته ایم خود ما میتونیم قضاوت کنیم که چی گپ است و اوضاع است چی قرار است، نه تنها در ساحه سیاسی بلکه در ساحه مذهبی هم بگذارین اندیشه ها گفته شوه، بگذارین صحبت ها شوه. این قضاوت به دست ماست. اینو شما به مرور زمان از بعض برنامه های مذهبی یا مخالف یا موافق شکایت میشه، من میگم شکایت نکنین، بگذارین آقای عیارم نظر خود بگویه، بگذارین دکتر ارشاد ارشادم نظر خود بگویه، خانم سیمین عمرم نظر خود بگویه، او ملایک از افغانستان می اونا هم نظریات خود بیان کنن. این خب بالاخره امو چی میگن، توپ در میدان ماست، یعنی تصمیم گیرنده نهایی این ما هستیم که ما قضاوت میکنیم که کی راست میگوید کی دروغ میگوید و این به دست خود ماست. و من فکر نکنم که امروز یک جوان افغان به خاطر تبلیغات یک ملا یا یک کارشناس یا یک هر کس که بگوین یا یک برنامه ساز او تحت تاثیر قرار بگیره. ما امروز تصامیم خود را گرفتیم، او آنچه که ما شما قبلا قضاوت داشتیم او قضاوت هیچ وقت تغییر نمیکنه. ما همه شکر مسلمان هستیم، نهایت با طرز تفکرهای مختلف، با برداشتهای مختلف و با دیدهای مختلف. بران همه شما را به خدا میسپارم. دیدار بعدی ما روز دوشنبه است در برنامه نگاه یا کتنه. و از امنام خدمت شما عرض میکنم که برنامه دیدگاه دیروز که طرفداران زیاده برای خود جلب کرده قرار است که امشب ساعت 8:30 شب از طریق شبکه جهانی آریانا افغانستان
پخش شود. بنان همه شما را به خدا میسپارم. روز و روزگارتان خوش. United States. Something that we want to do.